What do you think when you hear the word persecuted Christians? Do you think of them as weak and needy? Yes, maybe they're needy, but they're not weak. Here's the story of Ali. Ali was one of our underground church planters in Iran. He was arrested and tortured. Recently, I had an interview with him. Let's watch it. زندان بودی رو توصیف بدی خدا تو قلبت چی کار میکرد؟ آیا به حال خودت افسوس میخوردی تو زندان بودی؟ آیا عصبانی بودی؟ خدا من که تو رو خدمت کردم تو چرا گذاشتی من اینجا باشم؟ میخوام اون دل و روحیت رو چه فکرایی تو فکر تو بود وقتی اونجا بودی؟ من رو گرفتن گفتن علل حساب تا 10 روز فعلا برو برای آگاهی ببرید برای بازجویی. نه من همونجا گفتم وای، یعنی نه من، نفس من گفت وای، زندگیت ریخت به هم، 3 تا بچه، همسرت هم شاغل، معلم، اصلا زندگیت ریخت به هم. ولی گفتم خداوند من به تو اعتماد دارم، کارهای تو نیکوه و اینی که تو امروز کار داری منو فرستادی تو این زندان. شاید اینجا کسایی هستن، یعنی روح خدا برای من باز میکرد، میگفت اینجا کسایی هستن نمیتونن بیان بیرون و تو اومدی اینجا. دیدم ای پس من اینجا در حال خدمت هستم. خدا رو شکر میکنم در بار اول توی سمنان من 1 ماه دستگیر شدم. تو همون 1 ماه خدا رو شکر میکنم 23 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردن و 2 نفر 3 نفر اونا واقعا پای اعدامی بود. 2300 نفر اونجا بود، با هزاران نفر در ارتباط بودم. ایمان دارم که اونجا خداوند کارهای عجیب کرد، مسیحیت کاملا برای اونا شناخته شده شد. یعنی اصلا اینجوری نیست شما فکر کنید مثلا ما رفتیم اونجا بی صدا بودیم، اصلا واقعا مثل بمبی که در یه سکوت میترکه اونجا واقعا خداوند مثل نور در تاریکی نمایان. عین اینکه منو چشمامو بسته بودن، دستامو بسته بودن، به صندلی بر از این ور اونور میزدن، عیسی مسیح شاهد، همونجا من دعا براشون میکردم، میگفتم روز جمعه من شما رو از کنار خانوادهتون کشیدم بیرون، شما از نمیدونم از خواب خوش جدا شدید، این هی میزد، من میگفتم شما ببخشید منو، خدا بهتون برکت بده. سوال من اینه، الان نسبت به کسانی که به تو جفا رسوندن تو زندان، درد کشیدی، الان چه احساسی نسبت به اونا داری؟ شما به ما همونجا من دعا میکردم، اینجا که دیگه گذشته و اصلا درداشم فراموش شده، ولی واقعا همیشه میگم خداوند نکنه یه موقع در درون من همونجور که داوود میگه در من تفتیش کن اگر چیزی هست به یادم بیار، همیشه هم باز میارم، میگم نکنه خدای یه موقع از اونا من رنجشی به دل داشته باشم، ولی چون از همه جا موقع، یعنی اصلا زبان فقط برای بشارت خدا آفریده، هر کس در کنار ما هستش ما باید این بشارت رو برسونیم، چون مأموریت بود. Very encouraged by Ali's testimony. I was. Ali is one of my heroes of faith. I want to thank you. Because of your prayers and support, we are able to train leaders like Ali who are serving the Lord, not just outside the jail, but inside the jail. May God bless you.